با سلام، من دکتر گوکای یوراک آگوش از سال 2018 که گروه مهندسی کامپیوتر تأسیس شده تا به اکنون به عنوان مدیر گروه مشغول به کار هستم. تحصیلات کارشناسی خود را در گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه ایگه، کارشناسی ارشد را در دانشگاه بغازیچی و دکترا را در دانشگاه ترکیه به پایان رساندم و از آن زمان در دانشگاه آیماسرای استانبول مشغول به کار هستم. گروه مهندسی کامپیوتر را می توانیم به دو بخش مهندسی و کامپیوتر تقسیم کنیم. از فارغ التحصیلان گروه مهندسی کامپیوتر به عنوان یک مهندس کامپیوتر انتظار می روند که با استفاده از تکنولوژی روز مباحث تئوری را به صورت عملی به کار گیرند و توانایی حل مسئله را داشته باشند. اگر در نظر بگیریم که رایانه‌ها در همه زمینه‌های مربوط به فناوری مانند شبکه‌های اجتماعی، رایانش ابری، خانه‌های هوشمند و شهرهای هوشمند استفاده می‌شوند، وظیفه یک مهندس کامپیوتر این است که تمام طراحی‌ها و کارهای لازم را انجام دهد که این فناوری‌ها را در دسترس قرار دهد. کمبود تعداد مهندسین کامپیوتر متخصص مشکلی است که هم در کشور ما و هم در جهان وجود دارد. ما در اینجا برای رفع این شکاف تلاش خود را برای فارغ التحصیل دانشجویان واجد الشرایط انجام می دهیم. دروسی که ارائه می شوند را می توان در 4 بخش اصلی بررسی کرد. در کنار فیزیک، ریاضی، جبر خطی، معادلات دیفرانسیل که دروس اصلی مهندسی هستند، دروسی مثل الگوریتم و برنامه نویسی، سیستم های عامل، مدیریت پایگاه داده و مدیریت شبکه هم از دروس ارائه شده در این گروه به شما می آیند. در ترم سوم درس هایی توسط گروه برای دانشجویان انتخاب می شوند که مباحث مفصل تر مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، برنامه نویسی موبایل در این دروس بررسی می شوند. در آخر هم دروس اختیاری داریم. دانشجویان می توانند دروسی را از گروه های مختلف دانشگاه در زمینه موضوعات مختلف از نظر پیشرفت شخصی و اجتماعی انتخاب. از 2 آزمایشگاه اصلی به عنوان یک گروه استفاده می کنیم. یک آزمایشگاه مک وجود دارد که آزمایشگاهی خصوصی و دارای رایانه های اپل است. علاوه بر این یک آزمایشگاه یی‌سی داریم که رایانه ها در این آزمایشگاه تمام برنامه های اصلی را دارند و همه دانشجویان می توانند از آنها استفاده کنند. دانشجویان باید کارآموزی خود را قبل از شروع به آخرین ترم انجام دهند. دانشجویان کارآموزی را به صورت اجباری و به منظور دستیابی به دانش عملی در زمینه خود انجام. جدا از این دانشجویان سال 4 با تحقق یک پروژه فارغ التحصیلی در ترم دوم سال برای زندگی آماده می شوند. همانند سایر گروه های دانشگاه، برنامه تبادل دانشجویی اراسموس در گروه پویای مهندسی کامپیوتر نیز گسترده مورد توجه دانشجویان است. دانشجویان پس از اقدام برای در برنامه در صورت احراز شرایط قانونی می توانند تا 12 ماه از برنامه اراسموس بهره مند شوند. توانند این مشغول کار شوند. در واقع چند روزی است به این فکر می کنند. در چه زمینه ها می توانند کار کنند؟ در صورت بروز هر گونه مشکلی دانشجویان مستقیم به ما دسترسی دارند. ما از برنامه های ارتباطی فوری به وفور استفاده می کنیم. آنها می توانند در هر ساعت از روز به طور مستقیم به ما دسترسی پیدا کرده و مشکلات خود را برطرف کنند. دانشگاه آیوانسرای استانبول در مرکز استانبول واقع شده است. اگر از جنبه مهندسی کامپیوتر به موضوع نگاه کنیم می‌بینیم قسمت عمده این بخش نیز در استانبول قرار دارد. به عنوان عضو دانشگاه آیوانسرای استانبول در زمینه دسترسی به این شبکه‌های تجاری توصیه‌ای دارم. آنها با کسب چنین موفقیت بزرگی در شرایط دور امروز گامی بلند در راستای خودباوری مداوم بردارند. من تشویق می‌کنم که با شجاعت و شور و شوق به اینجا بیایند و با ما همکاری کنند. ما پذیرای داوطلبانی که گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آیوانسرای استانبول را انتخاب می‌کنند هستیم.